توییم آریا، ما با توییم، ما با توییم آریا، نه ما با توییم، ما با توییم خراسان، ما با توییم، ما با توییم خراسان، ما با توییم، ما با توییم افغانستان، ما با توییم، ما با توییم خراسان، ما با توییم. سلام و سلام خدمت یک و یک شما قندلک ها و سمندلک ها، خوش هستیم که بازم به خدمت شما قرار داریم. بله، من هم به دوبه خواهد سلام های خود به تک تک شما دوستان زنینم تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همیتون جور سطح و سر حال باشید. ما هم سلام های شیوی میخواده به شما دوستای عزیز خود تقدیم میکنم. خب اگنگ جان، خلاص اگنگ جان، میفهمی که امروز با شما باید چی کار کنیم؟ یه هفته برنامه با شما درباره چی هست؟ ایده خب این فرمایی بگو یا؟ بگو دیگه، نمایده مستی. خب دوستان زنینم، درباره افغانستان است که نام اول افغانستان چی بود؟ نام دوم و نام سوم تا بالاخره آله که افغانستان شده. قسمه که اول، اما قبل ما اولا را برای کنون سنگر جون نریمان داریم که اول آریان و آریان ها بوده؟ بله. دوم خراسان و سیام افغانستان شده. میخواییم که یک از استادا را که در باره گذشته افغانستان و در باره تاریخ افغانستان معلومات داره و شما دعوت کنیم که تا برای شما معلومات بده. درست است آقا بنگک، خوب است که معلومات پیدا کنیم. من اینجا استاد میشم اول، میخواییم که از رمز جادویی انگک بنگک استاد اینجا حاضر کنم. خب رمز جادویی انگک بنگک یا گل جادویی انگک بنگک استاد برای ما حاضر کن. سلام استاد. وعلیکم السلام. وعلیکم جانی شما جون، بلکن دو بسید استاد شما در کلوبه انگک بنگک خوش آمدید. زنده باشین، سلامت باشین. من خوش هستم که با این جوانه عزیز اطفال عزیز خواهد چشتیم و با اینا صحبت میکنم، ما هم صحبت میکنم. تشکر یک جان سپاس. پیش از اینکه شما گپای دارم شروع کنیم، ما میخواییم برو که تو فرام لگم. ما رفت میستم. خب لالا بنگه کن بیا. خب اولا به شما سلام تقدیم میکنیم. بله سلام. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه ما. جان میشه خود معرفی کنید؟ من یکی دو صدای اکادمی علوم هستم، نام از نظر آمد عزیزی پرشد اکادمی علوم پیش میبرم، یعنی سبت یکی دو صدای پیش میبرم. یک زمانی هم من استاد پرکتوری فوقلم بودم، زندم با تمامی یعنی دو سالای فرنگ سر کار بارم، مثلا با فرنگیان و زندم به روز بسیار خوش هستم که با شما نوجوانهای عزیز این کشور چشتیم و مطالبی که ما دارم برای شما بگویم، گفتایی که شما داریم برای ما بگوییم که ما شما را کنم. ما اول سوال دارم، امی پیش از آریانا و خراسان افغانستان کدام نام دادم یست افغانستان؟ نام قدیم قدیمی کشور شما ایریانه است. ایریانه یا آریاناست و مردمش آریایی میگفتن و به زبانی که صحبت میکردن زبانشان آریانی بود. یعنی رقم گپ نمیزدن؟ گپ میزدن منطقه با تغییرات لهجه، با تغییرات یگان متن، یگان گپ، یگان گپشان آفرین. در گذشته دینشان زبانشان از طریق کتاب اوستا که سردشت پیامبر آریایی ها بود در اونجا بسیار زیاد خوب معلوم میشه. یعنی وقتی که نشتیش میدیدیم، وقتی که صحبت شده میدیدیم یا میشنیدیم، با صحبت امروز مقدار زیاد فرق داشت. ولی کلماتشان، بسیاری از کلماتشان، یعنی که ما صحبت میکنیم در جریان صحبت ما از ذهن ما بیرون میشه، خود ما متوجه نمیشیم. و این خاطر است که آریایی ها دارای زبان بسیار بلند، فرهنگ بسیار عالی و از مردمان نخبه و نجیب و شریف و مردمای بودن که کار میکردن، کشور خود را آباد میکردن و بزرگترین ساختمان ها را ایجاد کردن. امی بلخ باستان شما شنیده؟ امی بلخ باستان یا بختی قدیم یا بخزی قدیم این مرکزشان بود. بنی خاطر اولین پادشاه آریایی ها هم یما یا جمشید بود که در علی بالای سار بسیار بزرگ یا قصر بزرگی که ساخته بودن در بلخ
با بیده های بسار مقبول زیبا او را چی کده بودن؟ آرسه ساختن بودن. وقتا داده به بود 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 سوسو کتندر نبود. بیده های داشتن به رنگ سیاه، بیده های داشتن به رنگ سبز و سرخ که ایره در دیورای چیز این قلعه یا این قصر نصب کرده بودن. از بسار زار دور معلوم می شد ایره به نام درفش می گفتن. چی؟ درفش یا درفشا. درفشا آفرین. ولی بیرق قدیم آریایی ها با رنگ سبز بود که در اوستا یک کتاب تاریخی است که زردشت پیامبر آریایی زمان در او ذکر شده که درفش آریایی درفش سبز است. سبز چی است؟ رنگ سبز نمونه یا نمایشگر خوشبختی، دیروزی، سبز و خرم بودن کشور، آرام بودن کشور است. این چی نمونه ای از رنگ سبز است که در قدیم در بین آریایی ها وجود داشت. خب دیگه چی ملبات میخواستیم؟ خب با گفتم دین از یا چرا قبول بود؟ آه بلکل دین از اینا دین هوارمزدا بود. یعنی اونا نینی اونا در اون زمان خدای یگانه را که میپرستیدن او را به نام هوارمزدا میگفتن. هوارمزدا کلمه است که هم در ایران معمول است هم در اروپا. ولی در اول همین کلمه هوارمزدا یا هوارمزدا در بین آریایا معمول بود. آمیدید در بین آریایا معمول بود و می خاطره اونا دین هوارمزدایی داشتن. این اکثریت زردشت پیامبر آریایی همیشه مردم را به وحدانیت یکتاپرستی به کوشش سعی تلاش و دیروزی زندگی و ترحم و مهربانی در بین مردم آریایی چه میکرد؟ دعوت میکرد. و می خاطره است که وقتی شما به هر کلان شدید متن کتاب اوستا رو مطالعه کردی موضوع کل گپا بلکه زیادتر برکن بول ما خداوند یکتا رو میپرشتیدن مقصد نامش فرق داشت. آفرین آفرین هوارمزدا یعنی خدای کل. خدای کل یعنی خدای یگانه و واحده که ما شما که میگیم لا شریک را شریک نه خامیده شد انگک بنگک کلولش انگک ای انگک بنگک کلولش انگک ای نام دوم کشور تاریخی شما خراسان نام دارد. خراسان از دو کلمه جور شده که خوب بفهمید. یکی خور دیگهش استان یا آسان. خور چی مانا داره؟ خوره به نام مشرق میگن، یعنی معلات کشورهایی که یا سرزمینایی که در شرق است. و استان چی هسته؟ یا اوسان ای اونمون سرزمین و منطقه سیارت است که خورستان پسانا و خراسان و باز خراسان تکنی شد، یعنی تمام مناطق مربوط به مشرق. پس خراسان تا زمانی که احمد شاه بابای کبیر زعیم مربحت و بسیار معروف و قهرمان افغانستان که کشور به نام افغانستان اعلام کرد تا اون زمان چی بود؟ به نام خراسان یاد میشد، یعنی سرزمین چی؟ مشرق. فهمیده شد؟ بله. حتی سوال داشت بله سوالای خدا کنه امیم وقتا جد کنان بوده افغانستان یا آل کنان شده و سوال دوم من وقتا همی کابل چی بوده مرکز پایتخت بوده یا از آل ده آفرین بسیار سوال خوب کردی. در گذشته هانی در زمانی که آریایی ها زندگی میکردن وسط کشور موجود ما بسیار زیاد بود، یعنی جنوبش تا دریای سند که امروز در پاکستان است تا اینجا میرسی و شمالش از دریای آمود تیر میشد ای تا دریای سیهون یا سی دریا که قسمت های از تاجیکستان و ازبکستان و یک قسمتی از این ازبکستان هم و ترکستان هم در بر میگیره. این طرف تا کرمان اصفهان بود و اون طرف های تا قسمت های چیز بین سرزمین های سن و گنگا. از این خاطر بسیار جاد بود.
نه دولای اسلامی که نامش به خراسان تبدیل شد، آهسته 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 قسمتای از وسط آریانا محدود شد، خوب کوچک شد. به این خاطر او جایی که در گذشته دوری آریایا بود، در دوری خراسانیا یا کشورهایی که در مشرق بود، کمک محدود شد، خرد شد. پس درست باشه دیگه، نوبت چیز است نه؟ سوالی بود که مرکز قدیم آریانا در کجا بود؟ بفهمین در بلخ بود. بلخ نام قدیمیش چی بود؟ بختی. بخت آف نام قدیمیش بختی. خب دیگه سوال را بکنیم. بله. خب اولین نام افغانستان خیلی آهیانا یا آهیا بوده. بعد از اون که خراسان شده، در اون زمان کدام مدنیت آمده، کدام مدنیت؟ این امی در اون زمان امی مدنیت های مختلف آریایی بود، باختری بود، ساکایی بود، سوشانی بود و بالاخره کیداری بود و در آخرین مدنیت ردبیل شاهان بود تا زمانی که غزنویان یعنی سلطان محمود غزنوی یا اولوکتگین سبوتگین سلطان محمود غزنوی به کشور مسلط میشن. تا این زمان این تمدن ها و این مدنیت ها وجود داشت که در تاریخ ثبت هستند. اما بعد از این که غزنوی ها سر قدرت میان، رهبری ازیره یا شاه سلطان محمود غزنوی میگوشن، در قسمت تمامی قبایل افغانستان خارج از افغانستان که مربوط به قلمرو افغانستان بوده بسیار زحمات فراوان میکشند و کشور بسیار نامدار میسازند. غزیر طور جور میکنند که در تاریخ به نام عروس البلاد است، یعنی عروس شهرها در آسیای مرکزی. مسجد ایمار میکنند از فیروزه، زر و با تمام مواد بسیار زیقیمت کور عروس الفلک میگن، یعنی همونطور از لاجورد، از سنگهای قیمتی و سنگهای مرمر بسیار مقبول کلان که حال همین مسجد وجود نداره در غزنین. این به نام حال منام مسجد جمع مسجد جامعه جمع اولیا میگن. امیده شد ایشان او از بین رفت در حوادث مختلف، زمانی که چنگیزیان حمله کرد، زمانی که